إليكم الميتة والدم ولحم الخنزير من توازن کنن اگر بینن یون قرآن و نسخی از قرآن جلو دارن این رو باز کنن و مطالعه کنن، حالا چرا که از ما این طوری بشنون و خیلی ساده هست، شما سوره مائده بیاورید، سوره مائده بیاورید آیه 3 رو باز کنید و اول آیه در بالای صفحه چه نوشته است؟ بله اول آیه در بالای صفحه چه نوشته است؟ نوشته است حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إن کجاش مربوط است به اینکه حضرت علی بعد از این آیه شده جانشین به دلیل این آیه؟ حالا این آقا علی اگر بخواهند بگویند که این کسی که زنگ زدن به نام آقای علی بودن ظاهرن اسمشون، اگر بنا باشد که ما این پسوند براش درست کنیم یا از چیزی از خودمون بتراشیم بگیم که الیوم اکملت لکم دینکم به ولایت علی، چیزی که خودمون بهش افزوده ایم در آیه نیامده است و خداوند هم عاجز نبوده ولی یاد بالله که از این جمله این دو کلمه یا این یک سطر را تکمیل کند به این که الیوم اکملت لکم دینکم به ولایت علی، این جمله را اضافه میکرد خلاف تمام میشد، حرفی نداشتیم، خیلی سریع و واضح بود. اگر اسم علی همونطور گفتیم اگر اسم علی برده میشد اختلاف در بین امت بالا میرفت، به همین خاطر اسم علی خداوند نبرد. جناب آقای هاشمی، قرآن فصیح ترین زبان عربی با فصیح ترین زبان عربی صحبت کرده، میفرماید به لسان عربی مبین، به زبان عربی خیلی روشن و واضح. در جای دیگه در سوره کهف میفرماید ولم یجعل له عوجا، کجوکوله نیست، یعنی کج فهمی ازش غلط، اون برداشت غلط از قرآن خیلی صریح و واضح هست و هست. در جای دیگه میفرماید در سوره قمر میفرماید که ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن را آسان قرار دادیم برای فهم، لتبین للناس ما نزل الیهم، خطاب به رسول الله، تا برای مردم واضح سازی. بله. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، در سوره نحل آیه 64. بله. خب پس اینها هیچ کدوم رسول الله نگفتند. خب. و آیه بعدی بله. که ایشون استدلال کردن بهش که حالا می‌خواستم اینو بپرسم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، این آیه در آیه 67 سوره مائده است. بله. جناب آقای هاشمی، بله. اگر که بینندگان باز قرآن داره اینو باز کنن، آیه 67 سوره مائده، این اولا که در اوایل هجرت نازل شده، ربطی به قدیر هم نداره این مسئله، و بحث این آیه و آیات ما قبل و ما بعدش در رابطه با اهل کتابه که آیه از آیه 13 تقریبا شروع میشه تا این آیه کی نازل شده. جناب خدمتی، سبب نزولش چی بوده؟ کی نازل شده؟ ببینید بله، این آیه یک حکم کلی دارد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. بله. از برای رسول الله صلی الله علیه و آله چه نازل شده؟ سوال اینجاست، یک قرآن نازل شده که شامل 30 جزء است، شامل از سوره فاتحه است تا سوره ناس. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه همون چنان که در این آیه آمده در روز عرفه به مردم اینو گفتن، هر چیزی که میگفتن این حرام است، این کارو بکنید، این کارو نکنید، این کار انجام بدید، میفرمود الا هل بلغت، آیا رسوندم؟ همه عرض میکردن بله. رسول اکرم با عشق دست مبارک بالا میبردن، میفرمودن اللهم فاشهد، خدایا گواه باش. بله. من دیگه همه چیز را رسوندم، در حالی که هیچ چیز در رابطه با جانشینی خود نگفته بود. بس یا بس یه چیزی بگیم آقای هاشمی، یا باید بگیم که رسول اکرم نرسونده و کتمان کرده و رسالت تکمیل نشده، که این ولی یاد بالله خود کفر است و جایز نیست این حرف زدن. بلد. یا اگر بگیم گفته، از چه زبانی گفته، با چه زبانی گفته؟ اگر با زبان عربی که ما نداریم، نه در آیه هست، اگر که جانشینی منصوب به نهند الله باشد، باید به لسان عربی مبین باشد. جناب آقای هاشمی، بنده عرض کردم در جلسات گذشته، اگر قضایا، اگر بیعتها، اگر ماجراها و اگر احکامی که به مراتب کم اهمیت‌تر و ناچیزتر از جانشینی و امامت و خلافت است در قرآن روی آن تأکید شده با آیات خیلی صریح، خیلی خارج از
عقل و خارج از انصاف و خارج از منطق است که حکمی مثل یا موضوعی به این اهمیت مثل جانشینی، مثل امامت و ولایت، مثل اینها در قرآن به آن اشاره نشود، خیلی عجیب است. پس بنابراین نبوده که بهش اشاره بشه. خب. چیزی نبوده که به آن اشاره بشود. پس جناب برادرمون جناب آقای علی جوابشون در این چیز گرفتن که یا الیوم اکملت لکم دینکم، عرض کردم ربطی بین آیه نداره، به قرآن مراجعه کن. بله. آیه بعدی، آیه قبلی و وسط آیه را تکمیل میکنه. شما بگید که آیه هاشم این دقیقا مثل آیه تطهیره که بنده قبلا عرض کردم که ما یه قسمتی از آیه 33 سوره احزاب را بیاوریم بگوییم این مربوط است به حضرت علی و حسن و حسین و حضرت فاطمه، در حالی که از اول آیه و بعد از این قسمت از این آیه در رابطه با امهات المؤمنین صحبت میکنن. این سوره مائده هم کذالک به همچنین هست. اول آیه در رابطه یک سری محرمات صحبت میکنه، بعد از این آیه الیوم اکملت لکم دینکم باز هم میفرماید فمن اضطر، کسی که مجبور بشود و از برای سد رمق، برای اینکه از مرگ نجات پیدا کند، چیزی از این اونهایی که ما گفتیم نخورید و حرام هست بخورد، به شرط اینکه تجاوز نکند از مقداری که از مرگ نجات پیدا کند، خداوند او را میامرزد و غفور و رحیم است. این تکمله آیه. پس هم قبل از آیه بهش رسید و هم بعد از آیه. تا اینکه ما به اول آیه و آخر آیه مراجعه نکنیم، نمیتوانیم وسط آیه را بیاوریم بهش استدلال کنیم. دقیقا مثل همون چیز میشه که میفرماید لا تقربوا الصلاة. شما میتونید بله. به عنوان این که عرض شود که گوینده تلویزیون و برنامه هستید، ادعا کنید که خداوند میفرماید به نماز نزدیک نشوید. دلیلش چیه؟ خدا میفرماید لا تقربوا الصلاة. این یا میفرماید ویل للمصلین. اگر استدلال کج و استدلال ابتر و ناقص ما از آیه کنیم، این میشه دلست. که انسان از روی نفهمی، از روی نادانی و از روی عاجز موندن از اون که دلیلی برای اثبات مقوله خود بیاورد، استدلال کند به یک قسمتی از آیه که ربطی به این نداشته باشد. پس بنابراین تمام آیات به هم دیگه مربوط است. برای فهم آیات باید به اول آیه مراجعه شود تا وسط و آخر آیه هم چی مفهوم شود. این به طور خلاصه جواب آقای علی آقا از تهران یا از هر چه بوده. فقط در یک جمله جناب خدمتی، اگر بحث بلغ ما انزل الیک، بحث ابلاغ جانشینی مولا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نبود، پس امر مهم در اون وقت چی بود؟ ببینید کل رسالت پیامبر باید تبلیغ شود، نه اینکه پیامبر از بد به بعثت در رابطه با مسئله توحید و یکتا پرستی شروع کردن برای تبلیغ تا آخرین نفسی که در تن داشتن و نفس می زدن. از حضرت این طور روایت است که الصلات الصلات و ما ملکت ایمانکم، نماز نماز و مواظب زیر دستان و کنیزان و غلامان خود باشید. این آخرین جمله بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از آن شهادتین فرستادن و رحلت فرمودن. بله. از اول که دعوت این تبلیغ است. بله. این طوری دین را رساندن. بله. حالا شما وسطی اون از اول از سال یکم بعثت تا هر شبت 23 سال بعد از رحلت تا 18 تا 83 روز بعد از داستان عرض شود که غدیر و حجت الوداع و اینها، بله. رسول اکرم ببینید از فرصت استفاده کردند و بله. و برای مردم سخنرانی کردند، حلال و حرام را گفتند و بعد از این که از منبر پایین آمدند، طبق روایت ابن عباس، بله. در غروب روز جمعه بعد از این که از خطبه عرفه پایین آمدند و تمام کردند، این آیه نازل شد. حتی در اثنای خطبه هم این ذکر نشد، در اسمای خطبه هم این آیه نازل نشد. بله. بعد از خطبه. خب. و این مربوط است به تمام به احکام هایی که عرض کردیم، ربطی به مسئله ندارد. و من تبلیغ رسول الله صلی الله علیه و آله بارها بنده به این مسئله اشاره کردم. ببینید بینندگان باید به این مسئله توجه فرمایند. اگر این باشد که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسئول است این که به مردم بگوید حضرت علی بعد از من جانشین است که نگفته است، کجاست یک دلیل؟ نه از قرآن، نه حتی در خود نهج البلاغه، نه حتی خود حضرت علی ادعای این را کردن. پس در قرآن که از باب اولا ما هر کجای قرآن شما این مسئله نمیابید، نیست آیه صریحی در این رابطه، نیست در فرمایش رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم علیه نیست. پس بنابراین باز در جواب چی بگوییم؟ آیا رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم علیه تبلیغ نکردند؟ یعنی رسالت را کتمان کردند؟ اون چیزی که باید بگویند نگفتند؟ بینندمون میگن این آیه چیست؟
می‌فرمایند این آیه چیست؟ این آیه تبلیغی کلی دین هست. اسمی از این که حضرت علی، جالب اینجاست اگر بنا بود که حضرت به عنوان حضرت علی یا هر کی جانشین باشد، بنده بارها عرض کردم مسئله جانشینی حتی برای ابوبکر